راکش آپتیای در گزارشی در وبسایت evilprice.com با عنوان با وجود کاهش تولید اوپک ایران و عراق تولید نفتشان را افزایش می‌دهند می نویسد عراق فراتر از پیش بینی ها تولید نفت خود را تا سال 2022 به 5 میلیون و 400 هزار بشکه در روز خواهد رساند. تولید نفت ایران هم انتظار می رود با روزانه 400 هزار بشکه افزایش تا سال 2022 به 4 میلیون و هزار بشکه برسد. ایران برای رسیدن به هدف اعلام شدهاش، مبنی بر تولید 5 میلیون بشکه نفت در روز به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد. بنابر گزارش ها وزارت نفت ایران و عراق با, با امضای یک یادداشت تفاهم اختلافاتشان را بر سر این نفتی مشترک کنار گذاشته و خط لوله ای را برای صادرات نفت از کرکوک از طریق ایران احداث می کنند. جوشو اسیل در مقاله در وبسایت کلین تکنیکا با عنوان ایران و خاور میانه می توانند سیستم انرژی 100 درصد تجدید پذیر داشته باشند می نویسد پجوهش های یک دانشگاه تکنولوژی در فنلاند نشان می دهد که ایران می تواند تا سال 2030 به طور کامل به یک سیستم برق کاملا تجدیدپذیر دست پیدا کند و از مزایای مالی این تحول برخوردار شود بنابراین پژوهش سیستم برق کامل تجدیدپذیر پذیر 50 تا 60 درصد ارزانتر از دیگر گزینه های تولید انرژی بدون آلودگی در منطقه است. هزینه چنین سیستمی حدود 42 تا 63 دلار در هر مگاوات ساعت است. هزینه تولید برق از انرژی هسته یا سوخت های فسیلی دست کم دو برابر است. دیمیتری جادانیکوف در گزارش در دیلی میل با عنوان با وجود تخفیف تحریم ها شرکت شل هنوز تمایلی به خرید نفت ایران ندارد می نویسد شرکت نفتی رویال دات شل از یک سال پیش زمان لغو تحریم ها تا کنون فقط سه کشتی نفت از ایران خریده است ارزش محموله نفتی اول در ماه می 45 میلیون دلار و دو محموله بعدی در ماه دسامبر 103 و 106 میلیون دلار بوده است شل طی سال 2016 حدود یک میلیارد و دو میلیون دلار بابت بدهی ناشی از خریدهای قبل از وضع تحریم ها به ایران پرداخت. با وجود تسهیل محدودیت استفاده از دلار در تجارت با ایران، هیچ کدام از این پرداخت ها با دلار انجام نشده است. بیشتر شل روزی دیویس هزار بشکه یا شش نفکش بزرگ در ماه از ایران نفت می خرید. منابع بازار نفت می نفت ایران بیش از حد گران است و تحریم های باقی مانده تجارت با جمهوری اسلامی را به یک میدان حقوقی مینگذاری شده تبدیل کرده است.